شیش میخوام، باقیش هرچی میخواد باشه. بخیال جوف شیش به ام بده که مارسی. قدی خان، قدی خان، قدی خان، توف به گونه پدر بدقلمت قاسه. جمعش کن برو، باخت قبول بکن. خب تو چه مرگته؟ اسلام، اسلام از زندون آزاد شده. تا گروه بیرس اینجا. اسلام میام، خبرت خیلی خوشه. به اون ورشت خبر بدین جنس رو آماده کنم. حالا یه مرد هست که واسه همون بیارته. مسیب، ای مسیب، 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 مسیب. چیه بابا، چه مرگته؟ بوده وسط مشتی دارم، پس یک مشتی گوندی مرسایب، یه خبر وسط دارم تقریبا این هوا. چه خبرت سه جفتی بی تربیت؟ صد دفعه بهت گفتم به من بگو آقا مسیب، فهمیدی؟ آقا مسیب. مرگ توی خبر خوش خوشم وسط دارم مسیب جان. خبره تو سرت بخوره، بگو آقا مسیب بی تربیت. بیزوق، اسلام آزاد شده، داره میاد شهر. چی گفتی تو نخو چی گفتم میگم اسلام آزاد شده و داره میاد شهر، فهمیدی؟ بگو تو ببینی او پنیون اسلام دلهای آقامو تو لجن خفه کنم. این بایدن جونست جفتی بسته که قربون اون قیافه هم ترکیبت برم، اسلام داره میاد. خانم جون کجایی؟ بیا که واسه یک خبر داغ دارم. خانم جو میدونی چی شده؟ مرگ من میدونی چی شده؟ خانم جون اسلام برگشته. برگشته؟ هنوز نه، اما تا عصر میادش. میاد خانم جون. اسلام داره میاد. اسلامم؟ خدایا کاش چشمامو یه دفعه دیگه بهم بدی که بتونم بچه‌مو ببینم. بچه اسلامم. اسلام. چرا این تخمه سگ نیومد خانم جان؟ حتما باز یه جای شهر به پای کرده، خودش به من خبر داد، میدونست که میای. حتما یه جا گیر کرده. میرم پیداش میکنم، میجورمش. از کجا؟ همون جایی که شهر به پا کرده، هر جا تق و طوقی باشه اونم همون جاست. باز ببینم کجای شهر علم شنگی به پاس. خداحافظ خانم جان. مادر زیاد بیرون نمونیا، تا بیای من بیدار میمونم. زود بیا مادر. گفتم که نگفتم. باشو بابا رو تو باشو، واسه مرد افتاره رو زمین ولو بشه. بس بینیم سیگار داری؟ آره. ما
من سیگار تو نیگر میدارم. خوب برو تو برو بینا. سیگارش هم پوش کرد. اما از اوش نوه چی بود؟ چرا هی دونه دونه ولو میشن اینا؟ پوش رو برو تو با بده. این سیگار مال رفیقه بده بهش. کبریده تو بده بینم. ببینم. برو من بینم واسه بیارن تو برو. چه دنیایی بزن بزنیه. مصیب جونه بر مصیب خودتی قربونه اون سلال برم های خودم هم نوی کرشم بگی که اومد پاشو بارو تو حیف نوسیلو پاشو بارو تو بی بابا خیلی مونده کار تموم شه نه دیگه آخراشه دیگه تموم شد تصدیقاشونو دادن تحویل بگیرم باشو جوون وایس سرپا تو بهت بگم چی کار باس بکنی بهش که میرسی باش قاطی نشو مشت که حوالت کرد خودتو بکش عقب با یه لغت تو آبگاش یه مشتم تو گردنش روونش کن بیاد بیرون برو بینم اسلام او یادش داد این نقطه ضعف منو بفهمه؟ آخه دلم واسه سوخه ایوونکیو قربون اون دل دلسوزت برم خدا نکنه دلت نسوزه رفیق آشف یه جلو ای امو یادکار اگه مردی تو خودت برو شد باله بلنده اسلام ماشالله ناکرس این استحوال از یه رفیق الهی فدای این رفیق بشم من بیشتر فداشم جیانت بود بلا ناز تو موسیق حال دیگه سه جفتی رو تنها میذاریم یه اینجا این بود وفای توی پر جفا اوه جون اسلام جونم توی دست شست و شش بیجا بینا بغل برو کن که سرما خوردیم دیستی بیلی پر بلمه که دیرم بغلش بدیم بغلش بدیم بغلش کنه اینقدر چلونه بره باسه نه چلونه بعد نفهمیم این که اینجا عواش بوم میده بریم لب شرف اسلام بریم تو خود شرف نه یه دفعه سب این امونتی که وقت رفتن دستم سپردیش بگیره باش کن هنوزم کار میکنی بعد این همه بعد هر روز کوکش تو تیکی که گوش کن این دل مصیب داره میزنه تا وقتی این ساعت میزنه اقصاد شده دام حالا دیگه لنج مال خودمونه حالا دیگه نه قسط میدیم نه بهره میدیم نه دارمون طلب طلب میکنه بارکالله حالا دیگه فردا میزنیم به دریا مثل برق از اون طرف واس خودمون جنس قاچاق بار میزنیم بیاریم میبر مگه نه تازه سیگار چیه؟ هزار تا جنس نون آبدار دیگه هم هست مگه نه؟ نه جنس ها رو خودمون همین طرف آبش میکنیم واسه خودمون مگه نه؟ نه بسر اون وقتا هر چی که در میوردیم اون اول تو چی گفتی؟ اول یعنی چی؟ همون سال اول هم دیگه بعد از مگه نه تو چی جواب دادی؟ گفتم نه هم واسه سوال اولت هم دومت هم سومت ما دیگه از این کارا نانا بیلی یعنی که قاچاق نمی کنی؟ یعنی نمی کنی شوخی می کنی ما کار دیگه ای بلد نیستیم ما وقتی چشم کردیم این نونو قاچاق خوردیم اصلا تو چیگه من ننم هم که بودم قاچاق میکردم قلاشی می دهشم جایی سیراب شیردونش شیردونش هم می دهشم جایی کیز سفراش کیز سفراش هم هم دهشم می دهشم تو سفراش چی داریم؟ چی؟ کیسه صفراشه که میزشتم تو چی؟ ما چی داریم؟ ایچی؟ چی صفره داریم دیگه؟ من توبه کردم، قسم خوردم که میذارمش کنار تو زندون یه استوار پیر بود، قد اولادش منو میخواست، کلی با هم حرف زد چی؟ حرفاش تو دلم نشست مصیب، واسهش قسم خوردم که میذارم کنار حالا میذارمش کنار مصیب این چه خطی مستیوش آویزون شد شوره کرد رسکی تو زندون چیز خورشتش کردن داره شوخی میکنه نه ما دیگه بسته بونه هرچی کشیدی
ترس از پلیس، ترس از جاندار، ترس از تیر و تفنگ، آسه رفتن، آسه اومدن، پنهونی کار کردن، بس اونه مسیه. اگه این شکم لامصبه که یه طوری سیر میشه، ما حالا واسه خودمون یه لنج داریم، دنیا پر کار شرافت مندونه هست. اگه... اما پر دوزم هست مگه نه؟ دوزیاشو بذار دیگرون بکنم، بیراهاشو بقیه برن، ما راه راست میریم و نون حلال میخوریم. حالا این لنج نصفش مال توه، نصفش مال من. اگه دلت میخواد بیراهه بری و قاچاق ببری، اسم ما رو وردارو، همش مال تو. اگرم با همین دلم میخواد یه جوری با هم باشیم که وقتی پاس ما میبینیم بند دلمون پاره نشه، یه جوری که مجبور نشیم شب لنگر بکشیم و تو تاریکی برو بیا کنیم. حالا تو بگو ببینم با همین. خب با همین مسیه. والا تو خیلی خوبی کردی، اما من اصلا نفهمیدم. خب هرچی تو میگی معلومه که با همین. گفتم چه خبرت، چی کار داره میکنی؟ میخوام اسم خودم جفری رو بنویسم، اسلام مصیب و جفری، ولی سواد درست حسابی ندارم. قلمو دارم ولی سوادشو ندارم، چیکار کنم؟ چی میخندی؟ چی شده خانم جان؟ هیچی، مصیب رو پشت بون داره میخونه. میخونه؟ آچه ایتالا آواز خون شده؟ برای دل خودش میخونه پسر جون. صبح به صبح میاد اینجا و میره بالا پشت بون، میزنه زیر آواز و هی میخونه تا منیر دختر حاجی تورابو بکشه رو پشت بون. باید یه کاری واسش بکنی، خیلی خاطر دختره رو میخواد ننه جون. دستای دور جای امنه، جای امنه، دستای دور جای امنه، جای امنه، دستای دور دستای من جای امنه. خیلی خوب جون، آخ دستای دور، آخ جای امنه. چند دفعه میگی دستای تو جای امنه؟ قربونت برم خوشگلکم، صد دفعه بهت گفتم من از این به بعد چه بلد نیستم. خب تو زودتر بیا بالا تا من سوزنم گیر نکنه، بگم دستای تو آخه جای امنی، تازشم امنی. اونه جان دیگه همه کارا جوره، اسلام برگشته، همین فردا پس فردا میام خواهد. خب نایب یه خودشه جون و عمرمه، خیلی دوستش دارم. پس منو چی؟ تو رو هم دوست دارم نوکارتم. اگه صبح به صبح نبینمه تا شب کنم. چرا خودتش بیا؟ اومدم. خب دیگه من رفتم فرم. بیا خم بری اومدم سایه تو جای نرمه. سر چلوغه این روزا. فقط صحبه یه گرفتاری اخلاقی دارم. خیر باشه ایشالله. باه عرازله بسه. داشتیم می اومدیم سراغ شما اسلام خان. واسه چی آنچو چک؟ آقا قدیر کارت داره، میخواد ببینم ته. نگفته به ما گفته حتما ببریم ات پیشش. چجوری؟ با زبون خوش بشه، زبون خوش واردی که اگه نشه. آب دیگه اونم واردی که اسلام خان. آره جونم واردن. همون میدونی جوون واردی داریم تا واردی یه وقت واردی رادش امروزشون بسته دیگه. آره بسته. آره. به آقا قدیرت بگو ما هرج عشقمون باشه با پای خودمون میریم، اگرم نخواهیم بریم شما انچوشک ها که سهلی پدر جهدتونم نه شما رو نمیتونه جایی ببره، درسته مسایه؟ من معلومه. بس بریم آقایون به راه راست هدایت شد. نگفتم گفتم که
دیگه چی گفت؟ دیگه هیچی آقا دیر دیگه گفتش که این ورام نمیاد ور پدره دروغ و لعنت اون ناغ بگیری مرد چرا شاخه ها میکنی گامبو؟ من گفتم دوست دارم هر جه میرم رو پای خودم برم اگرم نخوام برم کسی نمیتونه زور کی وادارم کنه حالام رو پای خودم اومدم خب فرمایش آقا دیر خوش اومدی اسلام یه ده بریشی حرفت بزن بگو چی میخوای خب معلومه میخوام کارمونو شروع کنیم خب مر معطله نه جونم یکی دیگر رو پیدا کن من حال حوصله قاشقا ندارم تموم شد من همینم چطه واسه دست مزده خیلی خب اینو بگو اضافه بر دست مزدت 20% هم از استفاده بهت میدم قبل تو من نیستم نه خیلی خب بابا 30% خوبه اصلا من میگم میخوای از 6 ماه دیگه باشه شرف باشیم آه عفو نازم مصاحب من اصلا دیگه اهل این کارا نیستم بیبری 40% چی؟ بازم حرفی داری؟ بالا 40% بسیارم هم زیاده اسلام حالا بذار از اول سال نو با شرف میشیم را بیا بریم مصاحب خیلی خب بابا نصف نصف قبل تو آره بابا قبل تو شیره این اسلام سه جعفری رو میگم اینور بمونه جای ما با شرف بشه و شرف ما رو حفظ کنه ما هم چند ماهی دیگه که با امید خدا خودمون رو بستیم اون وقت میریم سراغ شرف و وجدان و مروت و این چیزا مگه نشنیدی حافظ میگه این سعدی یا مرد شرفدار نمیرد هرگز مرده آن است که به تابوت نرسد خیلی بابا خراب کرد ببین قدیر من گذاشتم کنار واسه پول و دستمزدم نیست ترک کردم تو هم بهتر دنبال کسی دیگه ای بگردی و سلام شد تمام دیگه هم فراموش کن سراغ من و رفیقم رو نگیر بری مصایب شکو من میام بری بابا شرف چیه آخه بیا برو بازار ببین 3 کیلو برنج رو در مقابل یه خروار شرف میدم خبر نداری خیلی بیشتر میدم یه گونگی هم نمیدم بذار فکر کنم و بگره صبح بچه در اومده قد کار کردم صبح دیشب باید تحملی کنم دو سه روز بیشتر طول نمی کشه مثلا گرگی میدیم و بر میکردیم چه عجبه حالا میخواستی تشریف نیاریم دیگه ای بابا باز که تو داری مینالی من مرده پدرم در اومد یتیم نزد به کشم خیلی خب بابا تو هم آخه گاهی وقتا یه برنامه رو کم کنی هم داری من اینم موسیه بله پس برنامه رو کم کنی بوده جفری موتور روشن کن را بیافتی زود بیرم فقط بلد دستور به جفری کمکم جمعون مردی چیه پدر چی شده از صبح که ما از خونه بیرون اومدیم یه ریز زاستیه ما رو چوب زدیم روی جسوسی طوری شده چی شده درد چیه پیر من دخترمو گول زده به زور بردنش اون بری اون انقدر منو دوست داشت که تو تموم عمر یه دقیقه از من جدا نبود اونو گولش زدن خب حالا میخوای ما واسه چی کار بکنم از صبح دنبالتون هست تموم مدت منتظر بودم یه روز اسلام برگرده و دست به دومنش بشه واسم این کارو بکن اسلام دخترمو به هم برگرده من هیچی ندارم به اما واسه تون دعا میکنم از دست من پیره مرد همین برم خب ببینم اسم دختر چیه صفا کجا واسه دنبالش بگردی؟ نمیدون چه بردنشون طرف؟ نمیدون کسی از جا مکنش خبر داره؟ نمیدون پس داری ما رو میفرستی دنبال نخودسیا بله؟ باشه پیره مرد دخترت پیدا میکنم وقتی برگشتم دخترت وسط میارم خیال تخت و تختش الهی که خدا سرافرازت کنه نه وظیفه منه اما دعایی که گفتی یادت نره زد جفری نه بابا خیلی خوبه با 6 من دعا و 7 چرک نمیدونم داری بریم دنبال یه نمیدونم چی بگردیم
آیه یا هست الله یالا جفری زود باش تکونش بده بجون ببینم یالا دکلا یالا دکلا بکش وقتی پلو گرفتی بگو بارا رو خالی کنم بل بلی میخوام همچی ترافرز این کارا بکنی که صبح آفتاب نزده لنگر رو بکشیم و برگرد یعنی میفرمین که امشب اصلا نخوابیم بلی به نون حلال عیبش اینه که فقط باید زیاد کار کنی و زیاد نخوابی برگشتن تو لنج میخوابی میگم جنوبی کپیتان ممکنی یه خورده پول حلال بابدیم بریم خیلی شما الان بر میگردیم شهر میگه راوی حسین جون باز بریم سفارشی پیر مرد رو پیدا کنیم زود داشت لفتش میخوایی یکی یکی خونه رو بگردیم دختره رو پیدا کنیم نه جون دلم فقط باید یه سیاهی برزنگی محلی رو پیدا بکنیم بله بله اومدیم دنبالت ببریم شما از آدم های شیخی؟ لاستیک ما آدم های کسی نیستیم خانم جون حرفایی میزنیم ما اومدیم شما رو ببریم پیش پدرتون آها پدرم اگه خیال میکنین من پیش اون پیر مرد برمیگردم پور خوندین جونم من جام همینجاست آها اما اون منتظرتونه ده؟ شنفتی که خب که چی بشه؟ که بیام دوباره تو اون اتاق خرابه که بوی نمش آدم خفه میکنه به قرقرای بابام گوش بدم پلاستیک خانومو باشه من وقتی چشم وا کردم بابا به خودم نیدم جان ولی شما رو که دیدم بله چی میگفتم حالا همه هر شب خونه آقا اسلام قرقر خانم جانو گوش میدم برو آقا جون برو کش که تو به ساب من اینجا همه چی دارم پول خونه راحتی همه چی پدر چی؟ پدرم داری اونش زیاد مهم نیست میدونی آقا جون راستش دیگه ای ببین آقدایی اما تو دخترشی اون تو رو میخواد اون پیرمرد که درست پاش لب گوره و به آخر زندگیش رسیده تو رو میخواد میخوام نخواد من دیگه از دختر غلام درگون بودن خسته شدم بهش بگین دخترش مرده بگین مرده بگین واسه همیشه دور اسم من رو خیت بکشه آره مالیدی به ما چه؟ بزدی به من ایچاره پیرمرد چه هی توف به این دنیا بیفتزن خب حالا چیکار باز بکنی؟ بفرم مچکر آقا بله عرص آقا ببین مصاحب جون همچی خیلی مختصر و مفید بهش بگو وقتشو نگیر تمومش کن بریم یادت باشه چی گفتم خیلی مختصر و مفید نه نفر از سینی میمونی میخواییم بدیم اینجا نمیدونی باید به کی بگیم چند میز بگیریم چقدر قضا سفارش بدیم من میبرم دختر اگه شده از اینجا تا اون ورشت به کول بکشمت میبرمت پیش پدرت بهتره بیاد پایینم ببین آقا جون من امشب مهمونه یه شیخ بزرگم اگه بیشتر از این پا تو کفشم بکنی یا داد میزنم بیریزن اینجا و لط و پارت کنم ده برو دیگه میتونیم غذا بخوریم بیاریم من از حرفتا شما اصلا سر در نمیارم آقا اجازه بده خروم برسونم دیرم ای آقا تو که هنو معطلی یه ماه شما باش بده بریم دیگه آقا خواستم یه ناغ خیلی معدبانه رو سید جفری پاش خواهی تو رو برا کن را بیافتیم تموم شد بله ولی دلیل دارم که نمیتونیم را بیافتیم نه بزن منو پایین خود منو آوردیم کنم کنیم من یکی که نمیام اگه تیکه تیکم هم کنیم باز نمیام بسته دیگه 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 بسته
نام برو با کسا چه فیلی آزشون بری من نمیخوام بیا یعنی حلوم کنی باز چیکاره درست میشه این مسایل حالا برو بیارش بارا بیارمش بارا آج مادمازل ویز ویز جنگلی لعنتی پاشو انگاری این سیماشم خیلی قطباتیه پاشو بریم اگه خواست بیاد راه و بلده خودش دیگه میاد بالا حالا بر خدا جهر خور گوشمون میخواستی بخوری نهارم که نخوری دیگه رفت تو شام شب شما ها دوزی تو یه دوز بیرحمه از خود راضی بدجنس هستی با همه این تفاصیل ما نهار و ساعت دوز الهی دلم میخواد تیکه تیکه بشی بمیری تیکه تیکم که بشم نهار ساعت دوز اه لعنتی ریشو الهی قرخ بشی به دعای گربه کوره وارو نمیاد کفتی هستی اسلامه هر کی میخواد باشه برس همون ورشت پدرشو در میارم اون که پدر نداره اون خیلی آدم خوبیه همه شهر میشناسنش همه شهر مثل سهی ازش میترسن تو تموم بندر رودست نداره فقط دارش اینه که دیگه نمیخواد قاچاق ماچاق بکنه میگه میخوام شرافتمند باشم تو رو خدا قدردان نیست من قد دنیا دوستش دارم جونم هم بخواد بهش میدم اونم منو دوست داره تازه منم خیلی خوبم خیلی تر و فرزم پاش که بیفته ده نفر و حریفم خوب میزنم چند دفعه میخواستن منو ببرن تلویزیون اما چطوری شد کورتی؟ سلامتو خوردی؟ بیه میگم که بنام چیزه نشکنه نه تو بمیری بشکنه تو یه احمقی فهمیدی شیطونه میگم احمق هفت جرد و آبادته بکش پشت دوری تو یه آدم از خود راضی مزخرفی مزخرف پیکر قناسته میمونه بدتر چی جرد و آبادته سه جفتی جن جفتی آینه را بده به خانم خودشونه توش برنده آس کنه ده به جمده چشم کنم نجبتی جانی دوز بی پدر مادر بی شور بیبی نجب فامیل محترمی داره سه جفری اسم و فامیل خانم خوب بشنو و یاد بگیر و یادداشت کن یادداشت کنم کجا بذارم هر که دلت خواست بذارم باشه میذارم تو پایگیو میذارم رو اجاق که گرم بکشه حالا نشونت میدم کن
من بر میگردم. به موتور خونم برس. برو خیال داد بشه. سلام. و علیکم. ای صفا خوش بیا. بیا به بابا سلام کن. بیا پیرمرد بیا. بیا این تو اینم دختر رو بر پریدن صفر چمچه از پیلیون هم پرد. سلام. خب که چی؟ اینا رو فرستادی دنبال من که چی؟ من تو رو دوست دارم دختر. من که دوست تو کسی رو میکنم که دلت نمیخواست پدرت رو ببینم. آه بزن نفس بکشم پدر، دست از سرم بردار. من که رفته بودم دیگه از جون من چی میخوای؟ حالا خیالت راحت شد؟ آره؟ دلخونامو تو میخواستی گردن کلوفتی تو نشون بدی و منو بیاری اینجا که آوردی. میخواستی به من زور بگی که گفتی. حالا دیگه ولم کن ولم کن برم آقا جون، ولم کن بذار برم توی بدبختی. روزه همگی به خیر. روزه تو هم بخیر. ببینم چی شده؟ چی شده؟ هم چی شده؟ ما اون پایین بودیم، این بالا چه خبر شده؟ انگار یارو داره میره. آره بگی خود میکنه. من میرم دنبالش. آره دارا دواش بیره من مسایب برش بگم. یه دقیقه وای صرف بزن، بعد اینطوری ما رو دنبال خودت بکش. من حرفم همین آقا جون، من میخوام برگردم اون ور سر جام، همون جایی که بودم همین. خب حالا این چه کاریه که بری؟ خب تو هم مثل بچه آدم همین ور بمون، مثل بچه آدم زندگی تو بکن، خونه داری بکن، شوهر کن. گوشاتو وا کن آقا جون، من دلم میخواد از اینجا برم. تو هم بهتر اون زبونه تو به دهن بگیری و برگردی پیش اون اوستای بد اونوق عوضیت. واسه اینکه اگه دیر بری ها تمام بنده رو زیر و رو میکنه و تو رو هم وسط میدون فلک میکنه. حالا برو پی کارت آقا. ما رفیقیم، لنج مال هر دومونه. مگه ندیدی روش اسم هر دومون نوشته؟ برگرد، من خودم جون خودت هر جه بخوای میبرم. اکی رو رو برم ده، برو سی خودت برو بابا، من میخوام برم. رفت تو بوشه به جهنم چه رفته؟ همش تقصیر منه، تقصیر منه که از همون اول بی خودی خاطر خواهی تو شدم. آخه من تو رو دوست دارم. خودم خنده دارم یا حرفم خیلی خنده داره؟ نه دنیا خنده داره. اون یکی چش نداره ریخت منو ببینه، این یکی خاطر خام شده. خب پسر از اون دوستات نمیترسی که یه وقت کتکت بزنه؟ اون رفیق منه، رفیقم هم که نباشم هر کاری که دارم بخواه میکنم و هیچی هم نمیترسم. شخصی؟ آره خوبه خوبه. جمع باشه پیرمرد، خودم هر جا باشه پیداش میکنم. برو با خیال راحت تو منزلت استراحت کن. پاشو برو.
که با کچری پر کن یه لینو دیو به دریو بزن در خود اینجا وقتی که با کچری پر کن یه لینو دیو به دریو بزن در خود اینجا میشه تو گوشت بمونه. حالا دیگه خداحافظ، خوش اومدیم. بریم بچه هم. هری کپتان، کپتان، هنسای عرب داره با مسید میاد. یواش نایم تو سرو دارم نمیادم. چطوری؟ به پاکتیف نشی یادم بنداز اونجا گرزنی بیا خورده به آتکالان بزنم این بوها ازت بره چون خوردی اون یارو ایسی من نیفتم تو نیفتی من بیام آتیشه هیکل من بود باش بود آوردمش دیگه من نمیخواستم بیاری اینا، اما من میخواستم، یعنی دل میخواستش. حالش کن بره پیکارش، اون اینجا میمونه. میگم برش کن بره پیکارش. منم میگم این باید اینجا بره. کیا که رو حرف من حرف بزنه تکم داریم. برو زیفه، حالا دیگه دام تو بذار رو کوله تو برو، پدرت تو خونه منتظرته، اگه اونجا نری اینجا بر نمی جردی. سر خراکش کن. او بچه ها پنداری رفقای جدا نشدنی وسطشون یه چیزی پیدا شده. اونم چه چیزی؟ چی میگی؟ به فرمونم بزن. بینم تو شغلت همونه که بود؟ نه، حقمو خوردن دوبون شدم. بهتره مهربونتر با هم صحبت کنی صفا خانم. بالاخره یه جایی میخوای که بمونی، یه هتل که میخوای مواسط میگی. نه خیر، لازم نکردی. صبر کن، واسه روزگار خوش قدیم نیست. من دلم از اسلام خونه،
همونطور که دلت بنده ندیدم. اون رفت پی کارش. رفت مرخصی. چه رفت؟ یعنی چه وقت رفت؟ دیشب فرستادنش بره هر جایی که عشقشه. اما من میخواستم اینجا باشه. تو بی خود فرستادیش؟ من باید میگفتم بره یا نره. ولش کن اونو مسایه، ولش کن، زن قطعه. تو لازم نیست منو نصیحت کنی، من خودم میدونم چی کار کنم یا نکنم. زن قطعه خود معلومه که زن قطعه. چی؟ زن ریخته؟ میگم آقای کاپتان، میشه آدم شب عرق بخوره و صبح هنوزم مست باشه؟ ها؟ دلیل دارم واسه این حرفمو. حالا میگه دیشب مست بود، صبح چرا عقلش نمیاد سر جاش؟ بالاخره میاد. یعنی چه؟ باهات حرف دارم مسیح. ببین قدیر، من امروز دل و دماغ حسابی ندارم، یک کلمه حرف بزنی یا کفرم بالا میاد. تو اساس سر مردار. بابا اومدم بهت بگم که اگه دنبال اون دختر میگردی من میدونم کجاست. دیشب وقتی حالت ناجور بود رفیق دختره رو از لنج بیرون کرد، مونده بود تو خیابون، اما چون من با تو دیده بودمش واسه همین تو هتل براش یه اتاق گرفتم. نمیخوای بری سراغش؟ دلت میخواد ببینی؟ آره. ایشی توش نیست؟ تو اون برای چه غلطی داری میکنی؟ دارم دوربین می‌نزم مسیو رو پیدا کنم. دلیل دارم. نمی‌خواد زحمت بکشی. خودش داره میاد. بلی بلی. میاد. نه خیلی قبول ندارم. دلیل دارم. برای اینکه تو دوربین بنده نیست. بهش بگو بره دور بزنه دوباره بیاد که من ببینم. خب میره تو باشه. میاد. این دور بزنه. تو دوربین بیاد. تو معلوم حفظه کجایی؟ از صبح دارم دنبالت میکردم. چیه؟ فکر کردی ممکنه گم بشم؟ بگه اینا از صبح که رفتی بیرون هیچ خبر نداری؟ الان ساعت 4. من هیچ خوشم نمیاد با سرکاری اجازه بگیرم یا به کسی خبر بدم. اون چه شده کاپیتان؟ انگار آفتابه زده به ملاجه. نه جونم آفتاب نیست، فتنه ی زنه که از هر آتیشی بیشتر آدم رو میسوزه. پیدر زن جانتی هر دو سرش مکافات. بیبی مسایه، من یه خورده پول لازم دارم. نه الان داشتم میرفتم بقیه بارنامه ها رو بگیرم، بر میگردم هر چی بخوای بهت میدم. تو هستی که؟ ببینی فران که هستم. یه 50,000 تومن پول خورد خدمتون هست؟ برگام شد تو هم. آقای جفری روزا مثل که خیلی قمر در اغلبه. دومتو بذار رو کولت که اگه پر یکیشون بهت بگیره زندگیت. اصلا گفتم یه اختلاط دیگه با هم بکنیم استانبول. او یکی دیگه کفر منو بالا آوردی. بهت که گفتم من قاچاقو کنار گذاشتم؟ نگفتم؟ گفتم. گفتم که دیگه دوره برای من نفلک. نگفتم؟ گفتم. گفتم که دیگه حوصله دیدن قیافه تو رو ندارم. نگفتم؟ همو تو انگار زبون آدمی زاد نمیفهمی. خیلی خوب، پس بذار با زبون از ما بهترون بهت بگیرم. دیگه دوست ندارم ریخته تو ببینم حال دنگ. درست خرفم شدی؟ وایسین سر جاتو. اسلام
میخوام بدونم مسایب دختره رو غر زده و از دست تو در آورده یا دختره مسایب رو بیراه کرده که تو اینقدر کفری هست. بچه ها میگفتن مسایب از صوت اوته وردن دختره بوده. برو از خود دختره بپرد. تو اتاق شماره دست از سر اون بردار. میخانده تو چی میخوای مرد؟ تو چی میگی؟ اصلا چته؟ از اینجا تا پتلپورت هم مرحله پرتی دایی. من هیچیم نیزم. بگو تو چته؟ تو چی میخوای؟ تو مصاحبه دوست داری؟ آره آره توی چشای من نگاه کن و بگو. نگاه کن و یه بار دیگه اینو بگو. تو مصاحبه دوست داری؟ آره من دنبال یه مرد میگردم که توی تو وایس و بهت بگه که هیچی نیستی. من میخوام مصاحب این کارو با تو بکنه. زخرف میگی، دروغ میگی قدیر. کاری نداره، برو خودت ببین. رفیق جونجونید رفته سراغ زنی که دوستش داری. بیا برو ببینش تا بفهمی مرد فیزتم یا اسلام. دعا کن که حرفت راست باشه، اگر نه وقتی برگردم گردنتو میشکنم. که تو هیچی سرت نمیشه. زنی که به پدرش محبت نداشته باشه یعنی دل نداره. ولش کن مسایبو. بهت میگم دست از سرش فردار. بذار خود مسایب اینو به هم بگه. کجا ضعیفه؟ میگم اونو راحتش بذار زن. ولش کن. اگه ولش نکنی اگه ولم نکنه چی کارش میکنی؟ ببین مسایه. نه تو ببین اسلام، اگه یه روز ازم میپرسیدن جومت مال کیه میگفتم مال اسلام، اگه میپرسیدن سرت مال کیه میگفتم مال اسلام، اگه میپرسیدن دین و ایمونت مال کیه میگفتم مال اسلامه. اگه تو یک کلومم گفته بودی که اینو میخوای میگفتم دور پدر دلو میذاشتمش واسه تو. اما تو عوضش چی کار کردی؟ چرا؟ واسه این که من نمیخوام داغون بشی مسجد. واسه این که این زن داغونت میکنه. واسه این که این زن منو داغون کردی اسلام. حالا دیگه برو از اینجا به بعد منو تو خطمون با هم عوض میشه. ما به هم خداحافظ میگیم. خداحافظ. اونو من به هم خداحافظم که بگیم را سلام بعدی رو نمیبندیم. گوشت همو بخوریم و سخونامونو جلوی سگ نمیندازیم. کاش یه جا از اون صفای اسم تو دلت باشه که اگه نباشه که اگه عذابش بدی و حیرونش کنی من جزا تو میدم. به من نگاه کن سر دیگه قید همه چی رو زدم. دیگه دنبال همون زندگی هستم که تو میخوای. من همه اون چیزایی که میخوای برات فراهم میکنم. اگه تو آتیشم برم با صدی زندگی جور میکنم که همیشه. خب مسایه، اما اسلام چی؟ اونم تو این کار با تو هست؟
هیچکی تو این کار با من نیست. این کارو من خودم تنهایی میکنم. گفتم که پول میخوام. تو میخوای جنس بیاری من واسط میارم. پولشم خودم میگیرم. جواب هر کسی هم که حرفی داشته باشه من خودم میدم. حتی اسلام؟ کاپتن جان قربونت برم الهی، بلند شو، بزن شده، جنگ شده. از من گفتم بود اگه نجنبی دیگه صاحب لنج نیستی یا من رفتم سوا کنن یکی زدن اینجا ما گوشتم رو پولم ده بوده که رفت. پس چی داری مزخرف دیگه؟ جنگ شده، بزن شده، کدوم مسایه کاری لنجو میبره؟ اگه بود قاچاق کاری کرد به من مربوط نیست. من خودم اومدم اینجا که بهت خبر بده. بذار بکنه، از حالا به بعد دیگه لنج مال اونه. بذار هر کاری دلش خود بکنه. ای بابا لنج سرشو بخوره. 40,000 تا از این لنجو فدای سرت. نمیخوای فدای سر خودم. رفتی واسه اون یارو اسمش چیه؟ رامیز ندی خان سیویل کلم قاچاق بیاره. من خودم با این گوشام دیدم. به مرگ تو من خودم دیدم. رفته قاچاق بیاره. جون تو با این زبونم شنیدم. خوش بری. بیا خوش بری. بیا تو رو بیا. قاچاقی بره قاچاق بگیره. موسایه چه؟ تو چی کار بخواهی بکنی؟ دارم میرم جنس بار بزنم. مثل این که ما با هم قرار گذاشتیم با این لنج قاچاق نبریم، یادم؟ حالا قرارای این دنیا مثل چوب خشک میمونه، خیلی زود میشکنه. قرار ما هم شکسته. این جنس رو تو نسبی خودم بزنم. مال اینجا شریکی این مگه نه؟ من با نسبی خودم هر کاری دلم خواست میکنم. جفری نگران جان. جفری برو اون پیت بنزین بردار. بریز از اینجا تا تایلنج. پیت بنزین بیارم؟ هر بنزین او موازه باش. درست از اینجا تا تایلنج، یعنی درست نسبی با بنزین یه خط بشم. آره دیگه اصولت این نپو باشه. چشم اول یه خود اینجا رو آپوشی کنم. یعنی چه؟ خونک چی؟ باید میگم یه خود تش میذارم از خط کشی. پیتو خالی کردم کابتن، از سر تا ته همش خالی کردم. حالا با یه کبریت آتیش بزنم. چی کار میخوای بکنی؟ من با کبریت آتیش کار میخوام بکنم. تو نصفی خودتو به بر واسه آوردن جنس، من میخوام نصفی خودم آتیش بزنم. تو بیل کار میکنی؟ باید آتیش بزنم. صاحب خودم بزن خودم. صاحب خودم. پاشو خورد خمیر کردی. موسایه چی شد؟ چی شد رفیق؟ برام کن حتی تکن ببینم موسایه نکنه شکسته باشه. برام کن، دعا کن هیچ وقت بلند نشم که اگه بلند شم
واسه همیشه میخوام. گوش کن جفری، خودت هر جوری هست کمکش کن، تنهاش از ببرش دکتر. باشه. بهت گفتم ببرش دکتر، نگفتم ده گفتم ده گفتیم. بله گفتیم. گفتم مواظبش باش. ندم ده گفتم ده ده گفتیم ده ده گفتیم دیگه گفتم ترو خوشکش کنی همراش باشی. نگفتم ده گفتم ده لامستم ده لامستم گفتیم دیگه. چیکار کنم؟ از گوشات مگه کر بود؟ گوشم چرا ولش کردی اومدی؟ گوشای ما سالمی سالمه قربان. گم شو. شما نگین نگفتم ده گفتم. ما هم نمیگیم نگفتی که گفتی. اصلا من از تو توقع نداشتم. میفهمی؟ اون یاد اصلا حالیش نیست کاپتان جان. اون نه ما رو میخواد نه شما رو. هر چقدر بگین نگفتم که گفتم که گفتم که نگفتم فایده نداری. اصلا گفتن تو که این نگفتن تونه. نگفتن تونه مرکین تقریبا دمدمای گفتن تونه. هیچ فرق نمی کنه. اون یاد اصلا یاروار عدیه. داره خودشو داغون میکنه مادر. اون که بچه نیست، یه آدم بزرگه، عقلش میرسه چیکار داره میکنه. میفهم یه نده خانم جان، یه عقلش نمیرسه، خاطرخواهی مثل کوری میمونه. آدم یه قدمیش هم نمیبینه. سرش که به سنگ خورد برمیگرد. خانم جانه باش، اون سنگی که سر اون میخواد بهش بخوره یه کوه خانم جان، نه یه سنگ. تو که اون قدیر حرومزاده رو نمیشنسی. میاز زیر گوش مسیب بیز بیز میکنه. مسیب صفا خانم جردن بهم میخواد. مسیب برقی لنگه رو میکشه. مسیب صفا خانم دست بهم میخواد. مسیب مثل تیر موتور رو را میدازه. مسیب صفا خانم حواسه گوشواره کرده. مسیب مثل قرقی وسط دریا میپره. اون کله خره بیدین و ایمون لامصب تمام لنج و پربار میکنه. دیگه واسش سیگار و چایی کمه، تریاک و هروینم بار میزنه. اون وقت برمیگرده این وقت کی منتظرشه؟ صفا خانم؟ دنده خانم جان، ژاندارما با تفنگ منتظرشن. یا تو خیالت اینا خوابن؟ همه جا رو میپان. بعدش هم جمع بخوری چهار تا طرف و طروب را میفته. بعدش یکی میاد در خونه، خونه اسلام اینجاست. بله اینجاست. بیزحمت بگین بیاد جنازه رفیقشو تحلیل بشه. سرش به سنگ نمیخوره، گلوله تو قلبش میشینه. عاقبتش اینه خانم جان. خوش داری اینطوری بشه؟ اگه با قدیر خان کار داریم وایسین تا خبرش کنم. ما بی خبر خوش داریم ببینیش. مگه نه میزنیم که بشه. گم بولم گوشی نسل ها. انگاه دست مالت بند بود. بند بود؟ بند بود. حالا اون در رو ببن، ممکنه آقا سرما بخوره. ای سرما میخورن؟ اگه الان ببندیم که ممکنه گرما بخوره. چی میخوای خیسته؟ بارو کنا قدیخان کارم داره. بارو کنا نرچی خیچی. مگه نمیبینی که دوتا آقای محترم با یک رأس مرد الدنگ دارن اختلاط میکنن؟ ها؟ جفری. جان جفری. پشت در رو بنداز جفری. جان جفری. کاری نکنی که وسط بری. جان جفری. پشت در رو بنداز جفری. جان جفری. کاری نکنی که وسط گرون تموم بشه. نازبون بسه. کاری نمیخوام بکنی. میخوام... میخوام این بی پدر مادر رو یخته نصیحتش کنم. اون سرسینه رو ببرم. روشون سر دستشون هم این ناکسه بی همه کسه. غیرت داری نشون بده. وای سره نگاه. آقا قانون مصایب تیکه تن منه، چش منه. او گماندش پس یادت باشه خال بهش بیفته انگار نیشتا تو چشم من زدی خالی تا بی سواد. رفت بخار دیواری. چی داشتا میگفتم؟ داشتین میفرمودین که ازیدی من خودم در اومد. منم باقی ازوانی چیست نیست یاری؟ چی میخوای؟ آقا کار داری؟ ببینم اون یاروان با توه، با تو کار داره. همون اون یاروان با تو کار داره.
تو از تو کفش مصاحب بکش بیرون. به حال خودش زیر گوشش وز وز نه دنبال قاچاق نفرست خلاصه کلوم از را به درش نکن که از را اگه به در بشه همش از چش تو میبینم و اون وقته که تخم چشات تو کاسه در میشه. شما مشغول باشین کاپتن، من خودم وان میکنم. میرکنم باشنم بفرمی کنم. یارو پیدا شد دخ توف بگیری شما زدم میگیش بونش برم جنازه جنازه رو پیزشخانی هم قبول نمیکنه. زهر ما من سر و صدا شنفتم. آره مهمون داشتی اون بود. آره چی میخواست؟ تو رو اگه پات سالم بود یه راست میابردمش پلو. میدونستم که زنده از دست در نمیره، اما خب خودت که میدونی. برم کن میخوام خودم سر پا بایستم. خودم یه روز میشه که اینو بذارم کنار. اون روز میرسه قدیر، میرسه. آره میرسه. تونستم بیام بیرون، گفتم بیام سراغ تو. همش یاد تو بوده، همه وقت صفا. آره خلاصی ما از این طرف تشمی رفتیم، اون از اون طرف. ولی هر چی میرفتیم هم نمیستیدیم. نمیدونم چی جوری بود که یه خودی کارتر مسجد رو ناره دارم میبینم. یعنی لنگو لنگو میاد جلو ساکر. سایه زیاد دووم نمیاره اسلام. این چوب زیر بغل من زیاد دووم نمیاره. وقتی بذارم این زمین و خودم رو پام وایسم مهلتت نمیدم که اشهدتو بخونی. اینو بدون اسلام. چهار تا پرد چی؟ گوش کن سه جفری، این قلب مسیبه که هنوزم واسه من تاپ تاپ میکنه. نفهمیدم این قلب مسیبه. آره. چی داری میگی کابتن جان؟ به خوشکی شانس دیوونگی هم خوب شغلی ها. از این بر من خوش میدن، از اون بر قرم صدقه هم دیگه میدن، از این بر هم دیگر میزنن، از اون بر قرب بگم داری. کجا رفتی؟ شده بودم هم؟ خیالت جا زده بودم؟ خیالت ترسیده بودم؟ حالا من رو پامم اسلام. خب چرا بایستدی؟ انگار باز به
بسم الله شو من بگم باشه من میگم بیا از جلوی راه برو کنار مسیح را تو خودت باکن اسلام خودت کنار بزن بزن کاری بکن یه کاری بکن زخمی شده منه؟ نه خانوم جان زخمی نشدم بهت که گفتم وقتی شنفتم نتونستم طاقت بیارم دلم نمیخواست به این جاها بکشه شما بی خود به خودت زحمت دادی پدر جان ما چیزمون نیست شاید تقصیر ماست تقصیر من و دخترم نه نه فیر مرد تقصیر شما چیه تقصیر هیچکی هیچکی خیالت راحت باشه انگاه تو فکر نباش همه چی درست میشه هوا که همیشه ابری نمیمونه نه نمیمونه نبایدم بمونم چشم هم بزنی پرگشتم یه دفعه قاچاق آوردن بهش بگو توش چقدر مایه هست خیلی وقتی برگشتم همه چی واسط میخرم هر چی بخوای واسط فراهم میکنم تو این کار من رو دست ندارم هیچ کی جیگردارتر از من نیست ما یه دفعه برم و بیام آباد آبادم نه حواست تو جز حواست نیجا نیست من یه تو من همین رو بعد میگردم چی میخوای؟
من از تو پول نمیخوام، فقط دست از سرم بردار. چند تا بشقاب قدیمی بود که یادگار مادرت بود، صبح اونا رو فروختم که پولشو بدم به تو. واسه چی؟ برای اینکه از اینجا بری. تو معلومه چته؟ نه به اون که به اون دوتا آدم التماس میکنی منو به زور بیارن این طرف، نه به این که یادگارای مادرم رو میفروشی تا پولشو به من بدی که از اینجا برم. آخه چرا؟ گناه اون دوتا آدم این بود که آدمای خوبی بودن، دوتا رفیق بودن، اما حالا تو انداختشون به جون هم، اونا دارن تا اون خوبیشون رو پس بیدن. تمام مدتی که تو نبودی خون گریه کردم، مشروب خوردم و ناله کردم، از خدا خواستم که تو رو ببینم و بمیرم، خیال میکردم تو هم منو میخوام، اما وقتی جایی دیگه خوشبختری، خب من بی خودی اذیتت نمیکنم، میتونم خیال کنم که دختری ندارم، نه اصلا میتونم خیال کنم که مردم، شایدم زیاد طول نکشه، اما برو اونا رو به جون هم ننداز، بدشون کن، اونا آدم های خوبی، خیلی خوبن، آزارشون نده، از اینجا برو سم، از اینجا برو دخترم. چیه دخترم؟ من دوستش دارم. میدونم منظورم مسیب نیست، اسلامه. این هم میدونم، خیال میکنم دلم واسه تون تنگ بشه. رفیق بودم، اما حالا تو انداختشون به جون هم. بابات بود؟ آره. خب چه چیزی گفت که اینطور دلخور شدی ها؟ هیچ چیزی نیست، ولی تو نرو دنبال قاچا. الهی من قربونه تو برم، زود برم میگردم، تصدقت برم، بهش بگو برم میگردم قدیر. خب ما دیگه رفتیم، خدا نه وایس موسایی، من نمیخوام تو به خاطر من به این سفر بری. عزیزم دلت گل نزنه، من طوریم نمیشه، من برم میگردم. من نمیخوام بری. میبینی قدیر، بس که دوستم داره اینطوری نگرونه. نه دوستت ندارم موسایی. میبینی قدیر داره ما رو رنگ میکنه. نه مسعید دوست ندارم، دیگه نمیتونستم. باشه او بری، من راحت میشناسم، بری، ما هنوز هم همدیگر میشناسیم، بری. ای وایس بیرم کجا داری؟ دسترم بردارین، چی میخوای نجورم؟ این مردی که کجاست؟ آخه یه نفر به من جواب بده، چرا من اینجا نگه داشتی؟ چرا نمیذاری برم؟ میری پس کی؟ من همین حالا میخوام برم، همین حالا زالو، همین حالا باید برم، همین حالا. آمدی که خیلی خوب توخ بمیری، اما نه حالا. چی میخوای از من؟ از تا هیچی، اما اون مسعجب کله پک فقط واسه خاطر تا ایک بری کاری رو که من میخوام میکنم. خیال میکنی چی؟ من میخوام جنسام اون برش حد نمونه، کلی پوله برستادم دنبالش بیاد اینجا، حالا دیگه پیداش میشه، اون جنسا رو واسه من میاره، منم تو رو خلاص میکنم. بری ما سید داره میاد قدیر خان، اینو ببرین تو اتاقش. تو یه حیفونی، ببرین درش. برم کنید، بذارید برم بیرون، برم.
صدای اونه؟ آره. اون میخواست بره، اینجا چی کار میکنه؟ اون اینجاست، درم به روش بسته است، واسه اینکه من اینطور میخوام. هیچ در بسته ای نیست که ما نتونیم بازش کنیم. نجرفی اون جاش امن و امانه و سلامت هم میمونه، فقط به شرط این که تو امونتی های ما رو از اون طرف شهر بیاری این طرف. این آدم هم که میبینی نصف بیشترشون اون پایین هم. پس دعوا منافع فقط باعث دلخوریه. جنس های منو بیار، قفل در خودم وسط وا میکنم، الا و بلا راش همینه، نه چیز دیگه. حالا خود دانی آدم عاقل راه آسونتر رو انتخاب میکنه. آره قدیس، آره ما هم راه آسونتر رو انتخاب میکنیم. آفرین پسر. اون چی تو مشتت؟ اون خونه است؟ بله اون خونه است. خیلی خوب است ببینمش. چی میبینی؟ کجا داری میبینم؟ سب کن، عصبانی میشه با مغز کهو میزنی تو مغزتا. بله خب، من واسه همین اومدم اینجا. صدای مصیبه. سلام خانم جان. سلام داداش. موازی مغز کهو باش. سلام خانم جان. سلام مصیبه. بهش بگو خانم جون ما سلام کردیم. به کی سلام کردیم مسیح؟ خب به همون دیگه، به همون که کاهو دست شو و باش قهریم و نمیشه اسمشو بیاری. نه مسیح سلام کرده. بهش بگو علیکم و سلام جوون. سال بود من دیگه پیغام کش شما دوتا نشده بودم، آم حالا بعد چند سال دوباره شروع شد. بهش بگو خانم جون، قربون زلفت برم، بهش بگو یکی لحظه تو ما بزنه. بهش بگو خانم جان ما دیگه از این زهر ماریا نمیخوری. بهش بگو خانم جان، بهش بگو خانم. ای چه نمیخواد بگی بابا؟ ای خانم جان، خانم جان حرف دل لامصب ما اونجوری ها نیست که بشه اینجوری گفت. کار دل ما خیلی خیطه، کار خود ما خیطره. فقط بهش بگو اگه تو دنیا نوکری رو میشناسه که به اربابش بی ادبی کرده و منم مصیبه. اگه 70 تا دختر مثل فرشته هام داشتم هر 70 تاشون رو قربونی تو رفیق میکردم. آی تو میچی نوکرتم به خدا نوکرتم، منم نوکرتم. بادات غلامت، با این که اسمم غلام نیست. خانم جون ببینم بسن تو نمیدین سپون من خودم انا بسن ترجمه میکنم. میدار سپونی الان رفتن تو بغل هم دارن تقریبا هم دیگر میلیسن. بنادر این همه سن که به کوری عادت کردم باز یه وقتای آرزو میکنم که کاش چشم داشتم. خب عادت کردی میخیالش رج بوده رفت شده. سر جفری جان جفری اون عرق وارتان رو بده بینم. بلی بلی عرق وارتان چشم الان یک ساقی میشم که از کنی. دیدی سر جفری، گفتم که دلش پیش ما. آره. گفتم که میاد پیش ما. بله. گفتم که رو به را میشه. بله. از اولش هم میدونستم سه جفری، همه چی رو میدونستم. نه همه چی رو نگفتی. نه گفتم که نه، هنوز یه چیزی هست که فقط مصیب میدونه.
بده من ست جفری. بخور ست جفری. سلامتی. بخور نه سب کن. سلامتی مسیب بخور که میدونه اسلام تمام زندگیشو و اسلام اینو نمیدونه. سلامتی. نه سب کن. به سلامتی مسیب بخور که میدونه هر کسی عوض میشه و اسلام هنوز نمیدونه. نه سب کن. به سلامتی مسیب بخور که میدونه صفا حالا دیگه عوض شده بود یه پا صفاست و اسلام هنوز نمیدونه. به سلامتی صبر کن. سلامتی مسیب بخور که میدونه صفا مرده و خاطرخواه اسلامی کشت مردشه یعنی هلاکشه بود. اسلام هنوز دیگه گریه نکن. به سلامتی نه صبر کن بیمعرفت. ما هم میگم به سلامتی من بخور. تو چرا میخوری؟ چی کار کنه؟ وقتی اسلام هست من سگی کم که به سلامتیم گیلاس بارا بندازیم. اینو راست میگه. اینو بخور به سلامتی اسلام که تمام دنیا دوستش دارن. مسیب واسش میمیره و صفا کشته و مردش. به سلامتی صفا و صمیمیت. سلامتی. چپن کرد. قدیر بهم گفته از اون طرف واسش قاچاق بیارم. دختره رو گیرو نگر داشته. گفته وقتی جنسا دستش برسه دختره رو خلاص میکنه. در 12 تا هم به پات خونش داره. همشون هم بالای سنگین وزن هستن. ما تا حالا با 12 تا سنگین وزن طرف شدی؟ نه نشدیم. خب میگم چطور بریم امتحان کنیم؟ ضرر نداره. ضرر رو از هر چی بگیریم منفعته. بس بزن قده. بریم. بریم. ما رفتیم جفری. وایس ببینم کاپتان کجا میری؟ وایس نجو اینو بی دست کوفته برنجی شبم یاد نره. شام میام خونه ها. خدا حافظ. کوفته برنجی. بالاخره یه چیزی لابود میخواد. ترش میخواش کن. زندت واسه ما مصیبته. رفیقم گفت آسون ترین راش اینه که بیام و همه تونو پشت رو بکنم. آدم مصیبت هم میکشه از دست تو بگیم. حالا دیگه پاشو بریم آفره نکی. پاشو رابیو پاشو. آسو نباشی خاله بود. متشکرم. میدونی دختر چون گوشات رو باز کن. اگه مردی بی جلو تامون شد و رفت. باز سلام نامه تمام. باز بری خوش سرکش کردم تو چرا باری چلا باید هم ناچست بیزنی و تیر بایست بایست تو این جای دادی؟ هر زمون نگلی رازش کن بگم ببینی که این صفا خانون بندی با خدا که خرد بکنی ایمی کن نداره که من بکنی آخه تو بزن خره تمومش کن. تو تمومش کن. لبه حوضو اشتاده میگه لنگش کن. نمیده این حرف بزن. ای اسلام صبر کن بابا دارم رازیش میکنم بره خونه شون دیگه. بارو کنا تو دیگه نمیتونم باید بگی کمکم. حالا میری پیش بابا؟ میری پیش بابا یا نه؟ آره میرم جون ما. باری کلا تو بابا تو کی هستی؟ من خودم دارم خودم دارم خودم دارم خودم دارم Come on.
اون دوازده تا آدم سنگین وزنی که میگفتی همین خروس و اخلا بودن. نه بابا ریز وزن بودن اینا که تو انتخابی سلوغونم نمیتونم شرکت کنم. سابقه سلوغونم همینطور اونا که بابا. هی آقایونه که علا شقه اگه میشه یه دقیقه وایسین، من پاشنه کفشم شکسته نمیتونم راه بیام. نه گفتم که ببینم یعنی نمیتونی راه بیام. نه ببینم یعنی سگ دو هم نمیتونی بزنی. نه بابا. پس خوشا به حال ما، بزن بریم مصیب که از مصیبتش را هم چی خیال کردی؟ کاپیتان نشکنه.